بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. به برنامه زاویه خوش اومدید. امشب قصد داریم در خصوص مسئله نفوذ بحث کنیم، اینکه نفوذ چیه و مصادیقش کدوم هست. تطورات مختلفی برای استعمار قائل شدن، اینکه استعمار قدیم داریم، استعمار نو داریم و استعمار فرانو. در استعمار قدیم دشمن میخواست به اهدافش برسه، از طریق حمله نظامی و تسخیر سرزمین وارد میشد و به اهدافش میرسید. اما در استعمار نو بحث حاکمان وابسته مطرح است و از اون طریق دشمن به اهدافش میرسید. اما در استعمار فرانو بحث خیلی پیچیده تر و جدی تر هست و مفهومی به نام جنگ نرم در شکل میگیره که مفاهیم وابسته‌ای مثل تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، رخنه و نفوذ مطرح میشه که علی القاعده این نفوذ اون معنای عام نفوذ خودش رو نداره، به لحاظ اصطلاحی از اون فاصله گرفته، ابعاد مختلفی پیدا کرده، مثل نفوذ فرهنگی، نفوذ فکری، نفوذ علمی، نفوذ امنیتی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، که هر کدوم از اینا لایه‌های تو در تو و پیچیده‌ای دارن. بعضیا به لایه‌های خیلی دم دستی و سطحی و ظاهریش می‌پردازن و بعضیا لایه‌های میانی‌تر و عمیق‌ترش رو ازش بحث می‌کنن. بعضیا مثلا معتقد هستن که نفوذ فکری و فرهنگی لایه‌های درونی‌تر و جدی‌تر نفوذ هست. امشب به خواست خدا با کارشناسان برنامه این مسئله رو با هم واکاوی می‌کنیم. پیامک برنامه آماده هست، اون رو با هم می‌بینیم. در جریان نفوذ کدام یک از موارد زیر بیشترین صدمه را می‌بیند؟ 1. فرهنگ و اخلاق. 2. سبک زندگی دینی. 3. امنیت داخلی. بله، سوال پیامکی رو دیدیم. از الان منتظر پیامک‌های خوب شما هستیم، هم به صورت تشریحی و هم به صورت گزینه‌ای. اما بحث امشب ما در خصوص چیستی و مصادیق نفوذ هست. مدت هاست که این بحث نفوذ خیلی جدی شده، لایه های جدی پیدا کرده. امشب هم به خواست خدا این بحث رو واکاوی میکنیم. اما مهمانان امشب برنامه زاویه، جناب آقای دکتر شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی. امشب به خواست خدا با این دو عزیز این بحث رو واکاوی میکنیم. مثل همیشه سرمقاله نوشتم، اون رو با هم میبینیم و بحث رو آغاز میکنیم. نفوذ چیست و مصادیق آن کدام است؟ با وجود آن که همه اهالی تروی به این اصل خوش آمد نگفتند و مخالفانی هم داشت، چنان که در عبارت مشهور شعر حماسی ورژیل آمده است: من از یونانی ها حتی اگر هدیه بیاورند هم میترسم، اسب چوبین تروی از دشمن یعنی یونانیان هدیه گرفته شد و دروازه های شهر که 10 سال بسته مانده بود به روی دشمن گشوده شد. اسب تروی نمادی از حضور فیزیکی اما پنهان دشمن است. در دنیای جدید دشمن وارد مرزهای جغرافیایی ما می شود، اما این ورود غیر مستقیم و غیر علنی و توسط عوامل داخلی صورت می گیرد و نامش نفوذ است. برای نفوذ هم عرصه‌های رنگارنگی قابل رصد و ترسیم است، همانند نفوذ فکری، نفوذ فرهنگی، نفوذ علمی، نفوذ امنیتی، نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی. در مسئله نفوذ بدون آن که دشمن پا در خاک ما بگذارد به اهدافش میرسد، آن هم از طریق ما، از طریق دستکاری و اثر بخشی در فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و سبک زندگی و ذائقه ما. نفوذ رخ می‌دهد از راه تشدید روحیه مصرف‌گرایی، تغییر خطوط قرمز فرهنگی، مدیریت افکار و ایجاد تغییر در رفتار مسئولان و مردم، تضعیف روحیه استکبار ستیزی، ایدئولوژی زدایی از جامعه یا آرمان‌گریزی.
رهبری معظم انقلاب از سالهای ابتدایی دهه 70 تا به امروز همواره نسبت به جریانی که به دنبال استحاله فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است هشدار دادند. تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و اخیراً نفوذ فرهنگی تعابیر مختلف ایشان در مواجهه با تهدیدات گوناگون دشمن بوده است. نفوذ فرهنگی همه ماجرای نفوذ نیست، بلکه یکی از ابعاد نفوذ است و در بیان رهبر انقلاب به گونه‌های متفاوتی از نفوذ اشاره شده که البته نفوذ فکری و فرهنگی در صدر نفوذها قرار دارد. مقام معظم رهبری درباره نفوذ و راه‌های آن گفتند: من از روی اطلاع دارم عرض می کنم که برنامه نفوذ در کشور یک برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی هاست. دارن دنبال می کنند که نفوذ کنند. اشتباه نشود، این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود. نه، می دانند که در ایران در جمهوری اسلامی با ساختی که جمهوری اسلامی دارد کودتا معنا ندارد. این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانند، آماج دوم مردمند. الان هم شروع کردند و برنامه‌ریزی کردند برای نفوذ. انواع و اقسام طرق را من محاسبه می‌کردم با خودم، دیدم شاید حدود 10 راه مهم را برای نفوذ در کشور پیدا کردند و دارند عمل می‌کنند. یکیش راه علمی است. از طریق ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو، کنفرانس‌های به ظاهر علمی ولی در باطن برای نفوذ، افراد امنیتی را اینجا می‌فرستند. این یکی از راه‌هاست. یکی از راه‌ها راه‌های فرهنگی و هنری است. ایشان در موضعی دیگر بیان داشتند: از همه مهمتر نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. دشمن سعی می کند در زمینه فرهنگی باورهای جامعه را دگرگون کند و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سر پا نگه دارد جابجا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختلال و رخنه در آنها به وجود بیاورد. رضا قاسمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، گفته نفوذ جریانی از نفوذ فردی خطرناکتر است. می دانیم که نفوذ جریانی مبتنی بر یک نوع طرز تفکر و شیوه‌ای از اندیشیدن صورت می گیرد که افکار خاصی را به جریان می اندازد. نخبگان غربگرایی که یا در غرب تحصیل کردند و یا بر اساس علوم انسانی غربی رشد نمودند، عاملان اصلی این نفوذ جریانی هستند. آنها می گویند که نباید به ایران با تانک نظامی حمله کنیم، بلکه بهترین گزینه حمله با تانک فکری است. جمعی هم نگران سوء استفاده ابزاری و جناحی از واژه نفوذ هستند. دکتر روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب به بسته شدن راه نفوذ به کشور گفت: اگر رهبری انقلاب کلامی را عنوان می کنند، به درستی آن را بفهمیم و پیاده کنیم و اجازه ندهیم افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند. زاویه در گفتگوی امشب قصد دارد چیستی نفوذ و ابعاد و مصادیقش را از زوایای گوناگون واکاوی کند. بله، سرمقاله رو با هم دیدیم. از الانم منتظر پیامک‌های خوب شما، پیشنهادات و ایده‌هاتون هستیم. جناب آقای دکتر عبدالکریمی، مدتی که بحث نفوذ خیلی جدی شده و علی‌القاعده تعریف‌هایی از این نفوذ و نشانه‌هایی و مصادیقی از این فهرست شده، شما تلقیتون از نفوذ چیه و بفرمایید که اون دال مرکزی یا اون رکن رکین نفوذ چیه که اگر اون رکن رو یا اون دال مرکزی رو برداریم دیگه اون نفوذ هیچ حیاتی نداره؟ خب، قبل از هر چیز من خدمت بینندگان عزیز دست اندر کنم برنامه و همکار بزرگوارم جناب آقای دکتر زرشناس عرض سلام و عرض ادب دارم. قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم، پیشاپیش میخوام از یک مشکل مقدری که ممکنه پیش بیاد من عذرخواهی بکنم، با اینکه زبان ضرورتاً گرانبار از ارزشه و قاعدتاً در یک بحث فکری، به خصوص اونجایی که دغدغه‌های ملی و اجتماعی وجود داره، شاید زبان گاهی وقتا مایه‌های ارزشیش گزنده باشه. من پیشاپیش هم از شما به هم همه عزیزانی که تو این عرصه وارد شدن و بحث میکنن پیشاپیش عذرخواهی میکنم. به هیچ وجه قصد جسارت
به مهمان برنامه و یا دیگر جریانات فکری کشور ندارم. اما مسئله اینه که ما در جهان کنونی چیکار می‌خوایم بکنیم، مسئله اینه که می‌خوام در جهان کنونی زیست بکنیم، مسئله اینه که ایرانی در جهان کنونی از آن زندگی که باید شأن انسانیش باشه در جهان کنونی برخورداری است، مسئله اینه که چیکار باید بکنیم. برای اینکه ما در این جهان کنونی راهمون رو پیدا بکنیم باید فهم صحیح از جهان داشته باشیم. متاسفانه یک مشکل بسیار بسیار جدی در ما ایرانی ها وجود داره و اینکه ما فهم جهان رو امر دم دستی پیش با افتاده و پیش دستی میدونیم، فکر میکنیم ما جهان رو میشناسیم. به اعتقاد من ما نه فقط فهم درستی از واقعیات جهان کنونی نداریم، بلکه موانع بسیار بسیار سترگی وجود داره که ما را از مواجهه درست با جهان و فهم درست جهان در واقع باز می‌داره. به همین دلیل که ما سرمایه‌های بزرگ عظیم مادی و معنوی خودمون رو هدر می‌دیم، فرصت‌های بزرگ تاریخی رو از دست دادیم و باز هم از دست خواهیم داد. ما برنامه درستی برای حیات اجتماعی و تاریخی و تمدنیمون نداریم. چرا؟ چون جهان رو درست نمی‌شناسیم. به اعتقاد من موانع بزرگی که برای فهم جهان وجود داره، اگر بخوام در یک نگاه بسیار بسیار کلی دستبندی کنم، اولیش پوپولیسمه، نوعی عوام‌زدگی و عوام‌گرایی. متاسفانه پوپولیسم تمام ساختار اجتماعی ما رو، همه مراتب اجتماعی ما رو، از در این حرم اجتماعی ما رو در دوگی همه لایه‌هاش رو این پوپولیسم و عوام‌زدگی گرفته. فرد عامی کسی است که میان اندیشه و جهان احساس فاصله نمی‌کنه و فکر می‌کنه که آنچه که می‌اندیشه دقیقاً خود جهانه، در صورتی که میان جهان و آنچه که ما درباره او می‌اندیشیم همواره یک فاصله اونتولوژیک، یک فاصله به اصطلاح وجود شناسانه و معرفت شناسانه وجود داره. مانع سترگ دیگری که در واقع وجود داره و من در این سیاه مشق اخیر خودم در واقع ایده پایان تئولوژی رو مطرح کردم، کوشیدم با این مانع مبارزه بکنم، در واقع تفکر تئولوژیکه. مراد از تفکر تئولوژیک سیستمی از باورهای نهادینه شده تاریخی است. تفکر تئولوژیک تفکری است که بیش از این که به واقعیت جهان وفادار باشه، خواهان حفظ یک نظام اعتقادی است، خواهان یک حفظ این نظام اعتقادی که کاملا بشر ساخته است، کاملا امر تاریخیه، اما این رو میخواد به منزله یک امر فراتاریخی، یک امر ازلی ابدی و حقیقت مطلق بیان کنه، بیان که بی ریشه های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، نژادی، قبیله‌ای در واقع این باورهای نهادینه شده توجه داشته باشه. مانع سترگ دیگر مواجهه ما با جهان تفکر ایدئولوژیکه. تفکر ایدئولوژیک، من با آقای دکتر زرشناس جاهای دیگه هم بحث کردم، این ایدئولوژی به هر مثل هر مفهوم دیگری کاملا کانتکستوالایزه، یعنی باید ببینیم ایدئولوژی در کدوم کانتکست داره به کار میره. اما آنچه که من در واقع از ایدئولوژی مراد میکنم نوعی اراده معطوف به قدرت. مرادم از تفکر ایدئولوژیک آن نوع تفکری است که یا خواهان حفظ یک نظام سیاسی است و تمام هم و غمش توجیه و مشروعیت بخشی و حفظ این نظام سیاسی است، یا در مقام اپوزیسیون تمام هم و غمش ضربه زدن به یک نظام سیاسی است. در هر دو جریان ایدئولوژیک، چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون، آنچه که اهمیت نداره مواجهه با خود جهانه. مانع بزرگ دیگر که در واقع شاید در همون دو مانع هم من بیان کردم سیاست زدگیه، یعنی اینکه ما سیاست رو اصل قرار بدیم و فکر کنیم فرهنگ و تفکر امریست تابع سیاست. به اعتقاد من طرح مفاهیمی مثل نفوذ، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، مفاهیمی از این قبیل، یعنی کاربرد مسائل مفاهیم نظامی، مفاهیم پلیسی، مفاهیم امنیتی، یکی از مهم در حوزه فرهنگ، در حوزه فرهنگ، نمیگم من مسائل امنیتی رو در حوزه امنیتی مطرح نکنیم، نمیگم مفاهیم به اصطلاح سیاسی رو در حوزه سیاست مطرح نکنیم، اما وقتی شما مفاهیم سیاسی رو، مفاهیم پلیسی رو، مفاهیم امنیتی رو وارد حوزه به اصطلاح مقوله فرهنگ میکنید، مانع بسیار سترگی ایجاد کردید تا اینکه بتوانید با جهان کنونی، با جهان و واقعیت‌هاش مواجه بشید. بله آقای زرشناس، شما با این تلقی آقای دکتر عبدالکریم موافق این فلز نفوذ رو یه جوری سیاسی میدونن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام میکنم خدمت بینندگان محترم و تشکر میکنم از لطف شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عبدالکریمی و این بابت این دیالوگی که به هر حال داره بین ما برقرار میشه. من هم اگر در سخنم احیانا نکته ای بود، گاه مورد گزنده ای پیدا شد، قصدم و ابدا جسارت و اظهار ادب نیست و خدمت همکار بزرگوارم آقای دکتر عبدالکریمی
همیشه ارادت داشتم و دارم. اما در مورد به هر حال اینجا بحث علمی است دیگه، من اجازه میخوام که امداد صریح و روشن صحبت کنم، من نظرم رو بگم. ببینید، من فکر میکنم که مسئله نفوذ یک واقعیتی است که ما چه بخوایم و چه نخوایم و چه بگیم که مثلا اومدیم اینجا داریم از تعابیر امنیتی استفاده میکنیم، یا بخوایم ماجرا رو مثلا بگیم که برگردونیم به بحث تقدم تفکر بر سیاست. بله، ما قبول داریم تفکر بر سیاست تقدم داره، اما این هم واقعیتی است که تفکر مدرن، عالم مدرن در یک مرحله از بست و حیات خودش بر مواجهه‌ای که پیدا میکنه، چه مواجهه‌ای که در درون خود عالم مدرن هست بین دو صورتی که بود، صورت ایدولوژی لیبرال سرمایه‌داری و صورت ایدولوژی سوسیالیستی، که هر دو مدرن بودن اما مواجهه داشتن، چه در مواجهه‌ای که نظام جهانی نئولیبرال با انقلاب اسلامی داره در حوزه فرهنگ دقیقاً داره عملیات امنیتی انجام میده. یعنی این یک حقیقته. یعنی ما اگر شما نگاه کنید، سال 1948 میلادی ناتو تأسیس میشه، یک سال بعد اینها ناتو فرهنگی رو تأسیس میکنن رسما. اینا سنده، اینا توهم نیست، اینا واقعیته. ما ده ها کتاب داریم در این خصوص که بعضیش به فارسی هم ترجمه شده. ناتو فرهنگی هدفش رو و نحوه عملش رو چگونه تعریف میکنه؟ کاملا حرکت غرضمند سیاسی داره در بستر فرهنگی. خب ما اسم اینو چی میتونیم بگذاریم؟ یعنی شما اگر وقتی نگاه میکنید میبینید اینا ملشکری از نویسندگان رو، این مطابق اسناد خودشون ها، به کتاب خانم سندرز سیاه و جنگ سرد فرهنگی یا کتاب دیگری که در این خصوص است و یکی از رؤسای عملیات ناتو فرهنگی توی استرالیا اینو نوشته، نگاه کنید اینها بابا یک عالم نویسنده رو اینا استخدام میکنن، فیلسوف رو، داستان نویس رو، و بعد شروع میکنن دقیقاً هدفمند برای یک جامعه هدف مشخص تولید اثر کردن. یعنی خود جورج اورول میگه قلعه حیوانات سفارشی نوشته شده، برخی آثار متأخر آرتور کویسلر سفارشی نوشته شده، حتی آدمهای مثل آیزا برلین، این تو زندگی نامش هست، تو خاطراتش هست، آیزا برلین و دیگران اینها همراهی میکردن، تئوری سازی میکردن. ما اسم اینو چی بگذاریم؟ از سنخ همون رویکرد ایدولوژیکیست که از دالی دارید میفرمایید، ولی هست. یعنی اینها اومدن و دارن دقیقاً یک جامعه هدفی رو حمله میکنن بهش در بستر فرهنگی، غایات کاملاً سیاسی رو دنبال میکنن و این غایات لب به کلامش اینه، براندازی از طریق کتاب و روزنامه و سینما و مجله و تئاتر و نمایش و تئوری. براندازی نرم، این یک حقیقته، این رو نمیشه انکار کرد. ببینید آقای دکتر، من هم قبول دارم که سیاست ذیل تفکر تعریف میشه، من این رو کامل قبول دارم، ولی شما با این رو هم لحاظ بفرمایید که سیاستی که در غرب مدرن ظهور کرده دقیقاً معطوف به قدرته و این سیاست وقتی که میخواد عمل کنه به هر روزنه سرک میکشه، به هر حوزه‌ای ورود میکنه، هر جایی رو به تعبیر شما سیاست زده میکنه و به تعبیر هستادی ایدئولوژیک میکنه و غایت خودش رو دنبال میکنه و اینها دقیقاً با ما دارن این کارو میکنن. یعنی ما از اواسط دهه 1960، من حالا اگه بخواد به صورت مستند عرض میکنم خدمتتون، شاهد یک تهاجم سازمان یافته فرهنگی هستیم که این تهاجم دقیقاً میخواد فتح فرهنگ، هویت فرهنگی، هویت دینی، هویت انقلابی جامعه و نظام سیاسی کشور رو عوض بکنه و در یک مسیر دیگری ببره. ما اسم این رو چی میتونیم بذاریم؟ این نفوذه، نفوذ ایدئولوژیک و فرهنگیه، فرایند سازمان یافته است در بستر فرهنگ که البته بعدها مکملهای اقتصادی و غیره هم پیدا میکنه. میخواد ذهن دولت مردان رو، محاسبات اونها رو، تحلیلهای اونها رو عوض بکنه، فهم اونها رو، فهم جامعه رو عوض بکنه، به یک سمت دیگری ببره که اون سمت یعنی سمتی که ما بپذیریم آنچه که نظام جهانی داره ما میگه. این یک حقیقت های دکتر. خیلی عالی آقای دکتر، شما بحث نفوذ رو به عنوان یه واقعیت قبول ندارین یا میگین که زیست جهان کنونی که درش هستیم نفوذ به اصطلاح جایی نداره، دقیقا مقابل حرف آقای زرشناس که میگه اتفاقا این زیست جهان جدید این اقتضا رو داره، یا اینکه نه اصلا عرضم حضور شما یه نظر دیگه ای دارین و یه تعریف دیگه ای از نفوذ دارین؟ ببینید، اصلا بحث من در خصوص این نبود که آیا واقعیتی به نام به اصطلاح تشکیلات و به سازمانده هایی که در چون این تعبیر فرهنگ... وارد کردن رو آوردیم، وارد کردن مفهوم مقداری... امنیتی به نام نفوذ. بله، من میخوام یه مقداری به اصطلاح
از مفاهیم پدیدارشناسانه استفاده کنم. باز هم منظورم پدیدارشناسی خاص حسرل نیست، به این معنا که تفکر چیزی جز پدیدارشناسی نیست. یعنی ما همه این بحثا بسر اینه که ما منفذی پیدا کنیم، روزنه‌ای پیدا کنیم، چشم اندازی پیدا کنیم تا بتونیم با پدیدارهای جهان مواجه بشیم. ببینید واقعیت‌هایی رو آقای دکتر زرشناس بیان کردن که اینها واقعیته. خب من هم میپذیرم واقعیت‌های زیادی وجود داره، اما سوال اینه در مواجهه ما با غرب آیدوس این رابطه کجاست؟ آنچه که اسنس آیدوس به مفهوم پیداشناسانه کلمه رو تشکیل میده. ببینید بذارید من چند تا مثال بزنم. آیدوس تو اینجوری صحبت کنه که چشم ببینید هیچ کس تردید نداره که همواره پدیدار هنر با سرمایه‌داری ارتباط داشته. هیچ کس تردید نداره که همواره تابلوهای نقاشی در خانه سرمایه‌داران بوده، در خانه فئودال‌ها بوده. کی از ثمرات آثار هنری استفاده میکنه؟ آثار هنری برای تزیین کدام خانه هاست؟ بی تردید این یک واقعیته. اما اگر میپرسیم هنر چیست، آیدوس هنر رابطش با سرمایه‌داری نیست، رابطش با فئودالیسم نیست. آنچه که پدیده هنر رو هنر میکنه رو باید در جای دیگری به اصطلاح جستجو کرد. بذار یک مثال بزنم. کی میتونه انکار کنه جنایاتی که در تاریخ اسلام صورت گرفته؟ کی میتونه به اصطلاح انکار بکنه که در با ظهور اسلام شمشیر به کار رفته؟ کی میتونه زنان پیامبر رو انکار بکنه و تعدد زوجات پیامبر رو انکار کنه؟ اینا واقعیت آقای زرشناس. اگر یک کسی با این ادبیات با ما صحبت کنه، اصلا بحث بر سر این نیست که پیامبر تعدد زوجات داشته یا نه، اصلا بر سر این نیست که پیامبر شمشیر کشیده یا نه. سوال اینه آیدوس دین اسلام کجاست؟ آیا میتونی بگیم آیدوس اسلام عبارت از شمشیر کشی و تفاوت میان پیامبر اسلام و مثلا چنگیز نیست؟ یا حقیقت این دعوت رو در جای دیگری باید جستجو کرد؟ البته که پیامبر اسلام تعدد زوجات داشته، اما یکی با صرف این واقعیت بخواد از پیامبر یک دونجوان بسازه، به آیدوس و واقعیت به اصطلاح پدیده نزدیک نشده. و نه فقط نزدیک نشده، بلکه تکیه بر این واقعیت ها پدیدار رو منحرف کرده، پدیدار رو تحریف کرده، چیزی از واقعیت رای داده که به هیچ وجه به اصطلاح با واقعیت انطباق نداره. لذا بحث بر سر این نیست که هالیوود چه میکنه، بحث بر سر این نیست که تشکیلات خب قاعدتا وجود داره. کی این کارا رو نمیکنه؟ مگه خود ما این کارا رو نمیکنیم؟ مگه ما تشکیلات برای نفوذ نداریم؟ مگه سازمان های اطلاعاتی ما نمیکوشن؟ مگه نهادهای فرهنگی ما نمیکوشه؟ مگه ما نمیکوشیم در آفریقا مثلا حوزه علمیه بزنیم یا دانشکده یا مجمع بزنیم، مثلا ارزش های خودمون بس بدیم؟ مگه خود پیامبر اسلام به جاسوسی نپرداخت؟ مگه خود پیامبر اسلام شخصا در جنگ بدر با یار خودش نرفت و از یک عرب پرسید از محمد و یارانش چه خبر تا ببینه چه اطلاعاتی هست؟ مگه خود پیامبر در جنگ مثلا احزاب جاسوس نفرستاد؟ اما آیدوس نهضت اسلام در جاسوسی و با تعبیر نفوذ اینا نمیشه؟ ببینید میخوام بگم همه آنچه که عزیزانی مثل آقای زرشناس روش دست میگذارن، من هیچ مخالفتی ندارم، اما تکیه بر این و نحوه تکیه که بر اون میکنن آنچنان کشتابی در فهم واقعیت جهان کنونی در واقع در مواجهه ما با غرب ایجاد میکنه، ما مسئله اصلی رو به اصطلاح از دست میدیم، پدیدار رو و واقعیت جهان رو از دست میدیم. به اعتقاد من این گونه تلاش ها برای اینکه این رو آیدوس و حقیقت رابطه ما با تمدن کنونی و عقلانیت جدید بیان میکنن ناشی از نوعی اسمشو من میذارم در واقع بی متافیزیک بودن، یعنی نوعی سردرگمی، نوعی کوتاه بودن دست ما به رسیدن به حق و اون حقیقت این نوع رابطه، و ما یک پدیده فرعی رو جایگزین پدیده اصلی میکنیم. وگرنه بر سر وجود یک چنین پدیده هایی، حالا اینکه کدوم یک از پدیده ها مصداق اینه، باز این هم در واقع بحثه. به نظر من آنچنان اهمیتی در ادبیات ما مفاهیمی مثل دشمن، مفاهیمی مثل نمیدونم نفوذ فرهنگی، ما آنچنان به این مفاهیم، نمیگم به این مفاهیم توجه نکنیم، به هر چیزی به اندازه خودش، به هر چیزی به اندازه خودش بها بدیم. اما در ذهنیت ایرانی، در ذهنیت امروز ایرانی، لااقل در بخشی از جریانات سنتگرای ما، در واقع آنچنان این مفاهیم برجسته شده ما رو از دیدن حقایق بسیار بزرگتری ناتوان کرده، و این ناتوانی از دیدن اون حقایق بزرگ در واقع باعث میشه که ما در صحنه عمل دچار ضعف بشیم، دچار استیصال بشیم. بله آقای عبدالکریم، ظاهرا نفوذ رو یه جور واقعیت فرعی میدونن و فکر کنم برداشت من دیگه یه جور آدرس اشتباه به سلام آدرس اشتباه دادن. بله ببینید من این رو بحث رو مطرح کنم. ببینید
واقعیت نظام جهانی، باطن نظام جهانی، فکر میکنم خدای دکتر رو تایید میکنن، باطن نظام جهانی غرب مدرن سلطه است، یعنی یک نوع سلطه اومانیستی و بست این سلطه، اون چیزی که حالا با بعضی تعابیر شبیه اراده معطوف قدرت هم بیان میشه. خب وقتی که در یک جایی از این عالم یک کشوری، سرزمینی، ملتی پیدا میشن و این زنجیر سلطه رو یا این در واقع شبکه در هم تنیده ای رو که اسمشو میذاریم نظام جهانی و بر مبنای این سلطه بنا شده، این رو پارش میکنن یا ازش جدا میخوان بشن. خب این نظام جهانی چه کار میخواد بکنه؟ میخواد که این مجموعه جدا شده رو، این مجموعه شورشی رو، به خصوص که این مجموعه گفتار جدیدی داره، یعنی من نمیدونم، فکر نمیکنم آقای دکتر این رو رد کنن که ما گفتار تازه‌ای داریم که این گفتار اومانیستی نیست. آقای دکتر موافق نیستم، به هیچ وجه موافق نیستم. یعنی فهمی که من از جهان کنونی دارم، معتقدم که در جهان کنونی هیچ راه دیگری وجود نداره. در عمل نمیخوام بگم علل اصول، ما نمیتوانیم به راه دیگری غیر از آنچه که غرب پیموده بیاندیشیم. اصلا چنین نیست، علل اصول این پرنسپل میتوانیم بیاندیشیم. نفوذ لیبرالیسم در سطح جهان، امروز لیبرالیسم نیرومندترین به اصطلاح ایدئولوژی است که در جهان وجود داره، اما این نفوذ به تبع اصلش نیست. اگر هم در واقع اصلش کاربرد داره، در واقع در یک بستر تاریخی شکل گرفته، عقلانیت مدرن همه جا رو برش سیطره پیدا کرده. اینا نفوذ دیگه. ببینید تعبیر، ببینید آقای دکتر، کلمات، ما با کلمات جهان خودمون رو میسازیم، جهان در واقع به واسطه کلمات ما ساخته میشه. من میتونم بگم که آقای زرشناس دوست منه، میتونم بگم همکار منه، میتونم بگم راجع یک واقعیت واحد داریم صحبت میکنیم، میتونم بگم برادر منه و میتونم بگم دشمن. اما وقتی گفتم دشمن، به سهولت میتونم گلوله رو بزنم سرش و شلیک بکنم. اما وقتی میگم برادر نه، وقتی میگم دوست نه، وقتی میگم شهروند نه، کلمات قدرت زیادی دارن. کلمات گاه میتوانن آنچنان دنیای دروغین و توهمی رو بسازن که سرمایه های تاریخی یک ملت رو هدر بده. منظورتون از کلمه الان نفوذ دیگه؟ کلماتی مثل نفوذ، کلماتی مثل تهاجم فرهنگی. آیدو من ازنی من بسام کام کام ببخشید، من چیز ببینید، من میگم که ببینید، من این رو رد نمیکنم که تو مواجهه ما با عالم غرب مدرن، شناخت ماهیت غرب مدرن رکن بسیار مهمیه. اتفاقا من فکر میکنم ما اگر میخوایم با نفوذ مواجه بشیم، وجه مهمی از این مواجهه دقیقا شناخته. اما اونجایی که عرض بنده با فرما شما تفاوت داره اینه های دکتر، ببینید من معتقدم با انقلاب اسلامی ما داریم به سمت یک نوع گشودگی میریم. یعنی بنده باورم این هست که عالم غرب مدرن از آغاز قرن بیستم به تعبیر نیچه در واقع آغاز پایان خودش رو شروع کرده. وقتی آغاز پایان شروع میشه، یعنی روند یک بحران انحطاطی است که این میره که به تدریج، حالا شاید ظرف 100 سال 200 سال کمتر بیشتر، این عالم غرب مدرن رو ببره به سمت انقراض کامل. این باور من فکر می‌کنم علائم، نشانه‌ها این رو نشون میدن. یعنی ما اگر به بحران انحطاطی تو عوالم دیگر هم نگاه کنیم، مثلا در پایان غرب قرون وسطا، اتفاقی که از نیمه دوم قرن 11 و قرن 12 میفته، نشانه‌های بحران انحطاطی عالم غرب قرون وسطا ظاهر میشه. یا در غرب باستان شما از قرن اول میلادی نشانه‌های انحطاط، بحران انحطاطی و بعد بحرانی که میانجامه به انقراض رو می‌بینید. بنده گمان میکنم نشان، و خیلی از متفکران خود غربی هم این باور رو دارن، معاصرین، که غرب مدرن این نشانه های انحطاط رو داره نشان میده. من هم قبول دارم که لیبرالیسم اصلی ترین و قوی ترین ایدئولوژی غرب مدرنه، این درسته. اما این هم به نظر من درسته که در قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم، لیبرالیسم کلاسیک دوچار یک بحران جدی شد که با موج بلشویک ها، با موج اندیشه های فاشیستی روبرو شد. بعد مجبور شدن خانواده ایدئولوژی های لیبرال دموکراسی از لیبرالیسم کلاسیک به سمت سوسیال دموکراسی لیبرال رفتن. 20-30 سال سعی کردن به این طریق جلوی بحران ها رو بگیرن، جلوی فروپاشی رو بگیرن. با آمدن نئولیبرالیسم به نظر من روی کرد مقررات زدایی نئولیبرال و خیلی چیزای دیگه دوباره این بحران ها رو داره بلند میکنه. و آنچه که داره رخ میده بعد از 2008 میلادی، بعد از بحران شدید اقتصادی، ناتوانی نئولیبرالیسم در اداره دنیاست. اما اینها
انکار نمی‌کنه به اینکه نظام جهانی سلطه نمی‌خواهد بمیرد، نمی‌خواهد موقعیت هژمونیک خودش رو از دست بده. بنابراین وقتی روبرو میشه با جریانی که به اعتقاد من این جریان حرف دیگری داره، ببینید ما انکار نمیتونیم بکنیم انقلاب اسلامی در عالمی ورای سکولاریسم هومانیستی ظهور کرده، اگرچه هنوز نتوانسته به طور تام و تمام مدینه منطبق با ویژگی‌های خودش بسازه، انتظارمون هم شاید انتظار خیلی عجولانه یه کدوم عالمی، کدوم انقلاب تلیه داری ظرف 30 سال و 40 سال و 50 سال. شما ببینید اولین انقلاب مدرن سال 1848 میلادی در روم رخ میده، اولین انقلاب بورژوایی مدرن. کمی بعدتر انقلاب هلند رو شما دارید مال 1606. کدوم این از اینها تونستند به سرعت ظرف 40 سال 50 سال 60 سال حتی 200 سال مدینه بسازن؟ مدینه های بورژوایی مدرن از قرن 18 ظهور میکنن، یعنی از زمانی که تلیه ظهور یک عالم تازه پدیدار میشه تا زمانی که میرسه به این که یک ساخت تمدنی روشن پیدا میکنه، منسجم پیدا میکنه، زمان میخواد این مسئله. و اتفاقا ماجرا همینه به نظر من. غرب مدرن چون احساس کرده که انقلاب اسلامی یک موج تلیه داره و چون در کوتاه مدت و میان مدت هم از این که این بخواد از مجموعه نظام جهانی خارج بشه، یک جزیره مستقلی بشه و تلیه دار پیام تازه باشه، چون با این مشکل داره، اینجاست که دقیقاً دست میگذاره روی این که از تمام ابزارها و امکاناتی که هنوز داره و هنوز مسلط استفاده میکنه برای این که دگرگون کنه درون اون نظام رو، انقلاب رو. و این نفوذ واقعیت اصلیه. دقیقاً ببینید واقعیت اصلیه منطقه. من فهم کنم فرمایشات دکتر بیشتر ناظر به این بود که ما چون جهان کنونی رو خوب نمیشناسیم. بله من قبول دارم غرب شناسی منتقدانه ما هنوز خیلی عمیق و جدی نیست، اما مسئله اینه که این غرب‌شناسی جدا از فرآیند نفوذ نیست. شما اتفاقا وقتی شما میخواید با نفوذ روبرو بشید، یک وجه ماجرا امنیتی اطلاعاتیه، یک وجه برجسته ترش اتفاقا فرهنگیه، و وقتی اون وجه فرهنگی سیاسی میاد باطنش تفکره. اینجا شما اتفاقا کمک میکنه، تفکر به شما کمک میکنه که اصلا فرایند و حقیقت نفوذ رو بشناسید و بتونید این مواجهه رو اتفاقا بخشش هم نظری و بخشش هم عملی توسیاسی. شما میشه تکمیل کرد موطن نفوذ شاید امنیتی و سیاسی باشه، یک موقعیتش میتونه یه موقعیت جدید فرهنگی باشه، یا یه بچه دیگرش، یه لایه دیگرش فکری فرهنگی باشه. که اصلا نفوذ وجوه مختلف داره، یک بچه سیاسی امنیتی است، یه بچه وجوه فرهنگی داره، حتی مکملای اقتصادی داره، البته قایتش سیاسیه. یعنی اینها میخوان استحاله ایجاد کنن. اگر وجوه فرهنگی فکریش رو نبینیم این پدیده رو به صورت دچار ریداکشن کرد. اگر دقیقاً اون بچه رو نبینیم، چون اون بچه مهمشه، چون ببینید دعوا اینه نئولیبرالیسم معاصر به نمایندگی از غرب اومانیست آمده است که دگرگونی ایجاد کند در کشور و سرزمینی که میخواهد تلیه دار حرف تازه باشد. خیلی جدی و اصیله. دقیقاً. خیلی. آقای دکتر شما اشاره کردیم به زیست جهان کنونی که درش هستیم. خب این در این زیست جهان جدید قدرت‌های برتر، اونایی که صنعت، تکنولوژی، اقتصاد دنیا دستشون هست، علل قاعده بازار فروش میخوان، نیروی کار میخوان، سبک زندگی متناسب با این اقتصاد و این تکنولوژی میخوان. و در جایی که مثلا ایرانی که انقلاب شده و قراره که سبک زندگی دینی به اصطلاح برقرار بشه، یا سبک زندگی متفاوتی که بعضی از المان‌های مثل سکولاریسم، پلورالیسم و لیبرالیسم اینا رو علل قاعده ازش فاصله داره، خب این با منافع اون به اصطلاح چیزی که در دنیا مطرح هست در تضاده. خب از این طرف اینجا انقلاب شده در تضاد با اون منافع جهانی اون قدرت‌های برتر هست، از طرف دیگه اون قدرت‌های برتر بازار فروش میخوان، نیروی کار میخوان، سبک زندگی متناسب با اون میخوان، و این سبک زندگی متناسب همینجوری ایجاد نمیشه مگر اینکه دستکاری بشه در تنظیمات فکری و فرهنگی اون جامعه، و از این تعبیر میکنن به نفوذ. این چرا نمیتونه یه واقعیت اصیل و جدی باشه؟ ببینید در به اصطلاح بیانات و فرمایشات آقای دکتر زرشناس انقدر به اصطلاح عناصر گوناگون وجود داره و هر جزء این شبکه قابل بحثه. یه نکته که آقای دکتر زرشناس وقتی از غرب صحبت میکنن در واقع یک نوع جوهربخشی میکنن، درست مثلا اندیشه های مارکسیستی رو نگاه بکنید، وقتی از کاپیتالیست صحبت میکنه، خب یک بحث فلسفه علوم اجتماعی ما به اصطلاح سرمایه‌دارها داریم و سرمایه‌داری داریم،
وقتی کاپیتالیست صحبت می‌کنه شما انگار یک جوهر می‌بخشید، یک جوهری به نام غرب وجود داره، یک عقل کلی وجود داره و داره تمام جهان رو در واقع تحت سیطره قرار میده. در یک چنین تلقی انسان‌ها انگار ابژه قدرت‌ها هستند و قدرت‌ها اراده مایشا هستند، در صورتی که ما معتقدیم که نه، انگار خداوند است که اراده مایشا داره. ما اینجا الان غرب رو و نظام به اصطلاح جهانی رو بهش به اصطلاح یک نوع قدرت مطلق بخشیدیم. ببینید از زوایای گوناگونی میشه بحث کرد. البته که غرب، جمعیت اروپا و آمریکا و کانادا تقریبا چیزی حدود 700 میلیون نفره و جمعیت کره زمین حدود 8 میلیارد نفر، یعنی جمعیت غرب کمتر از 1/10. تمام سوشال سرویسز و تمام امکانات مال این تمدنه. من تحصیل کرده هند هستم، یکی از فقیرترین کشورهای جهان. 2 سال در آفریقا زندگی کردم. خوب احساس میکنم که در کشورهای مثل ما در واقع توده ها چه رنجی رو باید بکشن تا غرب بتونه این امکاناتش رو حفظ بکنه. کاملا این قابل فهمه و اساسا یکی از مسائلی که ما باید روش فکر بکنیم و هیچ موقع فکر نکردیم در واقع اینه که شکاف شمال جنوب رو چگونه میشه حل کرد. امروز در واقع نیروی نفتی هم در جهان وجود نداره. در واقع خود نیروهای نفت به بخشی از نیروهای ایجاب تشبیه شدن، یعنی روشنفکرانی که قبلا با امپریالیسم مخالف بودن امروز شفره آمریکا هستن، آمریکا رو فرشته نجات هم میدونن. امروز خود روشنفکری، خود نیروهای به اصطلاح نفت خودشون خواهانن که به همون مصرف برسن، به همون رفاه و برخورداری از جهان برسن. ببینید در اینکه اون میخواد حفظ بکنه کاملا قابل فهمه و چیزی نیست که بخوایم انکارش بکنیم. اما مسئله اینه که با این نظام سلطه ما چگونه میخوایم برخورد بکنیم. ما فکر میکنیم که در واقع مواجهه فقط مواجهه به اصطلاح ایدئولوژیک است. حرف من اینه که غرب یک اونتولوژیه، غرب یک گونه فهم جهانه. امروز هیچ آلترناتیوی وجود نداره. آنچه که در پیام و بیانات آقای زرشناس بود بیشتر از سنخ به اصطلاح ایدئولوژی و رجزخوانی‌های سیاسی. ببینید غرب بحران داره، من این رو خوب میفهمم و باهاش هم دلم. تعبیر فروپاشی رو فکر میکنم خیلی عجولانه است. اینکه غرب داره فرو میپاشه، سلام نه، غرب بحران داره، به تو چه مربوطه؟ نفی غرب مفهوم اثبات شما نیست. از اینکه غرب بحران داره، ما هم بحران داریم. خیلی باید کور باشیم که بحران جهان اسلام رو نبینیم. همسایه‌هامون رو نگاه بکنید. غرب علارغم همه بحران‌هاش، علارغم چندین میلیون آواره جنگی در سوریه، در عراق، در یمن، در لیبی، هیچ کی حاضر نشد به این مدینه فاضله که ما ازش انتظار داریم و فکر می‌کنیم اینجا مدینه فاضلت بیان. همه راهی غربن. امروز در سراسر جهان، در کشورهای موسوم به جهان سوم، جلوی همه سفارتخانه‌ها، از جمله در کشور ایران، جلوی تمام سفارتخانه‌های غربی توده‌ها صف بستن که به بهشت خودشون یعنی غرب برسن. آلترناتیوی ما نتونستیم ایجاد بکنیم. اینکه آقا ما یک نظام سیاسی ایجاد کردیم و در واقع سکولاریسم رو نمیپذیریم، تو میگی سکولاریسم رو نمیپذیری، سکولاریسم تمام ذات تو رو گرفته، این یک توهمه. یعنی ببینید شما وقتی بحث رو در سطح ایدئولوژیک میکنید، مفاهیمی مثل سکولاریسم، نمیدونم پلورالیسم، اومانیسم رو به کار میبرید. مگه نظام سیاسی ما، مگه شرایط تاریخی ما خارج از اومانیسم میتونه باشه؟ ما در اینجا تفکری در واقع وجود انگارانه داریم، تفکری خدا انگارانه داریم، تفکر قدسی حاکمه، اراده معطوف قدرت در ما وجود نداره. ذره ذره حیات اجتماعی رو نگاه کنید، اراده معطوف قدرت رو ببینید. آقای زرشلاس، حرف من اینه، من با شما همدلم، غرب بحران داره. من با تمام پوست و گوشت و استخونم در واقع این بحران احساس میکنم. ظهور پست مدرن نشانگر لرزه است که بر اندام مدرنیته افتاده. من بارها فریاد زدم که فقط سنت گرایان ما دچار عقب افتادگی تاریخی نیستن، روشنفکران ما هم دچار عقب افتادگی هستند. اونها هم هنوز دارن در فضای آرمانهای غرب در قرن 18، یعنی با عقل روشنگری قرن 18 دارن فکر میکنن. من با شما تا اینجا همراهم، اما حرفم اینه که با فقه الاصغر نمیشه، با فقه الاصغر خودمون، با فقه الاکبر غرب به نزاع پرداخت. ما نمیتوانیم با سیاست و ایدئولوژی در برابر انتولوژی غرب بیستیم. در برابر کانت باید کانتی داشت، در برابر هگل باید به اصطلاح هگلی داشت،
متفکر ملا صدرای قرن 21 رو داشت که بتوانیم در برابر اون اونتولوژی یک چنین اونتولوژی رو به اصطلاح به وجود بیاریم. من معتقدم ما فاقد یک چنین متافیزیک و اونتولوژی هستیم و چون فاقد یک چنین اونتولوژی و متافیزیکی هستیم به در و دیوار میزنیم و بیشتر از مفاهیم سیاسی و مفاهیم امنیتی پلیسی استفاده میکنیم. اولا حاصل اراده معطوف به قدرت و برای مشروعیت بخشی به خود بیش از اون که جنبه نفی غرب داشته باشه. و نکته دیگه که نشون میده که ما هنوز فاقد مواجهه حکمی هستیم. تا زمانی که ما با جهان کنونی مواجهه حکمی و پدیدارشناسانه نداشته باشیم، در واقع سرمایه های عظیم معنوی و مادی ملت رو هدر میدیم. من اجازه میخوام یه چند نکته بفهمم. صدای دکتر بود یادداشت کردم، یک محور به محور عرض بکنم. ببینید، اولا غرب رو من قدرت مطلق ندونستم. قدرت اگر قدرت مطلق الهی نبود، غرب از قرن 20 به بعد وارد فرایند بحران انحطاطی که آقای دکتر عبدالکریمی هم تایید میفرمان نمیشد و اساسا ظهور این همه تحولات سیاسی ضد استعماری و ظهور خود انقلاب اسلامی نشونه اینه که پس غرب قدرت مطلق نیست. من چنین حرفی نزدم، اما این رو گفتم که قبل انقلاب ایران در سال 1976 صورت گرفت. 1979. ببینید الان تقریبا حدود 4 دهه گذشته. اگه اجازه بدید من شما اینو بگید، من توضیح میدم. میخوام بگم تو این شرایط، درست زمانی که فیدل کاستروها وجود داشت، چه گوارها وجود داشت، انقلاب الجزایر وجود داشت، انقلاب چین وجود داشت، ماو وجود داشت، انقلاب ما هم مال اون دوره ایست. اما الان در روزگار ما اساسا ستیز این رو توضیح میدم و در واقع انقلاب از قاموس بشری داره در واقع حذف میشه. امروز هیچ کدوم از روشنفکران در سراسر جهان به مفهومی به نام انقلاب نمیاندیشند. میخوام بگم به این تحول تاریخی توجه داشته باشید. آقای دکتر ببینید، من عزم چیز دیگه، من تو بستر تاریخ دارم میبینم. ببینید قرن 20 هستالی هم فکر کنم چند دقیقه پیش تایید فرمودید از بنده رو که غرب مدرن توی از آغاز قرن 20 وارد بحران انحطاطی شده و نیچه بهترین نماینده شه. نیچه و به تعبیر هستالی اندیشه پست مدرن، شما ظهور آدمهایی مثل دریدا، مثل بودریار، مثل لیوتار، مثل فوکو، فراتر از اونها مثل هایدگر رو نشانه چی میدونید؟ حتی از بیکسون تا مکتب فرانکفورتی ها همه دارن نشانه در واقع وجوه مختلف بحرانن. این رو فهم کنم تایید میفرمایید. آخه زمینه ظهور راه جدید از همون راه جدید ظاهر نشده. اذنی من از همون تموم کنم، معذرت میخوام. اگه بفرمایید. ببینید بعد این نکته رو پس ما با هم تایید میکنیم. پس من غرب رو قدرت لایزال مطلق نمیدونم. اتفاقا در فرآیند بحران انحطاطی میدونم. اون تا بحران انحطاطی یه چیزه. انقراضی که رخ میده یه چیزه. یعنی همه تمدن ها وقتی عالم های تاریخی یک روندی رو طی کردن تا به انقراض برسن. اما چند تا نکته فرمودید فکر کنم خیلی مهمه باید بگم. ببینید، فرمودید که شکاف شمال و جنوب رو چگونه میشه پر کرد. دقیقاً ماجرا همینه. یعنی غرب مدرن از زمانی از رنسانس اینا سنگ بنای یک نظام جهانی رو پیریزی کردن، توی قرن 18 و در اواخر قرن دوران روشنگری کامل نظام رو شکل دادن، یک فاصله بین خودشون به عنوان کشورهای متروپول و همه دنیا ایجاد کردن. دقیقاً ماجرا اینه که ملت‌ها برای رهایی از این شکاف، برای پر کردن این شکاف، برای رهایی از این سلطه ویرانگر شمال سرمایه‌دار استثمارگر بر این جنوب غارت شده، راهی جز انقلاب نداره. اما این انقلاب درسته، وجهش مواجهه اونتولوژیکه و ما باید با صاحب یک اندیشه، یک متافیزیک به تعبیر شما باشیم. این رو من تایید میکنم و حالا در ادامه عرضم میگم. شما فرمودید غرب یک اونتولوژیست، بله من قبول دارم کاملا، منتها این اونتولوژی رو به پایان رسیده، نفس از رمق افتاده، بنابراین فضا باز میکنه برای اینکه دیگره در واقع تلیه های تاریخی دیگری ظهور کنن، اونتولوژی های دیگه، هیئت های تاریخی دیگه که البته وجهی از ظهورشون تفکریه اما فارغ از انقلاب نمیتونن باشن. شما فرمودید که ما هم بحران داریم. دقیقاً درست آقای دکتر. بحران ما میدونید چیه؟ بحران غرب زدگی شبه مدرنه. بحران ما اینه که دقیقاً در متن همون سلطه استعماری، استعمار اومد و قریب به 200 که کاملا همه ساختهای تاریخی پیشین ما رو، من نمیگم اون ساختها امروز جواب میدادن و، اما میخوام بگم اون ساختها رو به طور کامل متلاشی کرد و یک انقطاعی تاریخی بین ما و پیشینمون گذشتمون رخ داد، یک هویت مصنوعی نیمه کاره شپ افلیج، یه مدرنیته ناقص بر ما حاکم شد به نام شبه مدرنیته. تمام اون مشکلاتی که شما دارید الان ازش حرف میزنید و به درستی حرف میزنید مال سیطره شبه مدرنیته است. اتفاقا برای غلبه بر این سیطره شبه مدرنیته راهی جز این نیست که ما از طریق انقلاب اسلامی
رو به گشودگی تازه‌ای بریم. اتفاقا دشمن برای اینکه نذار ما این گشودگی رو عملی کنیم، من قبول دارم بچه از این گشودگی بچه مهمش تفکره، اما به هر حال این گشودگی بر مبنای تفکر، برنامه، تئوری و خیلی چیزها میخواد و اونها اصلا نمیخوان بذارن که شما حتی تأمل بکنید، حتی نفس بکشید که بتونید راهی رو باز کنید. برای اینکه برتون گردونن یک ارتجای شبه مدرن رو سازماندهی کردن. این ارتجای شبه مدرن از طریق تهاجم فرهنگی و همین نفوذی که الان بین من و شما داره صحبت میشه، دقیقاً میخواد ما رو بعد تو همون موضع شبه مدرن نگه داره. ماندن در موضع شبه مدرن یعنی همین سیطره بی‌عدالتی، یعنی همین فقر. و توجه کنید اگر مردم میرن صف میبندن پشت سفارت‌های کشورهای متروپول به چه جهته؟ به جهت اینکه متروپول 400 سال 500 سال امپریالیسم دنیا رو غارت کرده، اونجا رو تبدیل کرده به یک زمینه مناسبی برای زندگی. آدم‌هایی که میخوان حداقل‌ها رو داشته باشن مجبورن برن اونجا. این حقانیت غرب مدرن نیست، تجسم ظلمشه، اثبات غارتگریشه و اثبات اینه که ما راهی نداریم جز این که این زنجیر رو پاره کنیم. و برای پاره کردن این زنجیر آقای دکتر فقط تفکر کافی نیست. تفکر برای من قبول دارم، اگر ما راه رو از طریق سیاسی بریم زنجیر رو پاره کنیم اما در حیطه اندیشه نتونیم آلترناتیو جایگزین ایجاد کنیم، بله همه بازی رو خواهیم باخت. اما توجه کنید وقتی که میخوایم حتی بیاندیشیم، حتی تأمل کنیم، اینا نمیذارن. اینا یکسره از طریق نفوذ، از طریق رسانه ها، از طریق ذهنیت سازی برای مسئولین، از طریق جریان سازی های درونی فضا رو آنچنان اختشاش ایجاد میکنن. بخشش رو میپذیرم ضعف ماست، اما بخشش هم عملیات این هاست و اینه ما داریم حرف میزنیم. و بعد وقتی که این سیطره نیرومند این ها از طریق ابزارها و امکانها میخواد نذاره ما اصلا از این مسیر شبه مدرنیته رها بشیم، ما رو میخواد همونجا نگه دارن. اتفاقا من و شما از این نظر هم دردیم و من فکر میکنم ارتجاع شبه مدرن بزرگترین دشمن تفکره در همین جا. و اگر شما هم میخواید با این به سمت تفکر ما همه بریم، با این ارتجاع نئولیبرالی که دقیقاً بسترسازی داره میکنه برای نفوذ و از نفوذ داره بهره میگیره، باید با این مقابله کرد. آیدون تو شما گفتین که در بهترین حالت ما همون رو از جهان میفهمیم که غرب میفهمه و از طرف دیگه گفتیم گرفتار اومانیسم هستیم، اسیر به اصطلاح ارزم بزرگشون لیبرالیسم هستیم، اینا رو تصریح کردیم بهش. خب خیلی معتقدن این یعنی نتیجه نفوذ و میگن این برمیگرده به علوم انسانی رایجی که ما باش به اصطلاح سر و کار داریم و نتیجه ضروری این علوم انسانی رایج همین تفکره که فکر بکنیم که غرب در بهترین حالت داره با جهان مواجهه پیدا کرده و جهان رو میفهمه و جهان یعنی و واقعیت یعنی همون چیزی که غرب میفهمه. ببینید کلمه نفوذ به هیچ وجه کلمه مناسبی برای تبیین مسئله نیست. با کجاش مشکل دارید؟ ببینید الان توضیح میدم. ببینید انسان ها سه گونه با هم میتونن رابطه داشته باشن. هر انسانی با انسان دیگر با دیگری سه گونه رابطه میتونه داشته باشه. فرض کنید وقتی من با یک پلیس برخورد میکنم، او فرمان میده من باید گوش بدم. وقتی من با حکومت برخورد میکنم، او فرمان میده من باید اطاعت کنم. من نمیتونم برم شهرداری و شروع کنم با شهردار بحث کردن. یه قانونیه. اینجا یک نوع رابطه خاصی است، رابطه اتوریته است. رابطه اتوریته است. یک مرجعیت وجود داره و تو ناچاری که تن بدی. یا فرض کنید یه کسی با اسلحه بیاد اینجا و به من بگه بخواب، ناچارم بگم چشم، چون اسلحه داره. نوع دیگری از رابطه هست، رابطه دو طرفه است. وقتی من میرم در یک مغازه مثلا لباس فروشی، رابطه ای نیست که رابطه من مثل رابطه پلیس نیست، او برگ جریمه رو می‌نویسه و من باید اطاعت کنم. اما در یک اشکال نه، من میتونم انتخاب بکنم. من پول میدم جنسی بخرم و باید رضایت داشته باشم. او جنسش رو میفروشه، باید رضایت داشته باشه. اما نوع سومی از رابطه وجود داره که این رابطه نه رابطه دو طرفه سودخواهانه است و نه رابطه اتوریته است. وقتی من سر کلاس میرم با دانشجویم یک نوع رابطه خاصی دارم. دانشجوی من ممکنه منو دوست داشته باشه، ممکنه حرفهای من زندگی او و شخصیت او رو در واقع شکل بده. نوع نفوذ شکل گرفته. کلمه نفوذ میخوام اینجا رو نگاه بکنید. نفوذ با بار معنی مثبت، نفوذ با بار مثبتش. ببینید هومبولد، اون شخصیتی که دانشگاه ها رو در دوره جدید در غرب شکل داد و ما چقدر فاقده یک همچین شخصیتی هستیم که بخواد دانشگاه های ما رو کنفیکون بکنه. ما یه هومبولد میخوایم، یه آلکوین میخوایم که بتونه نظام ما رو
منعکس کنه و ما متاسفانه تو این کشور فاقدش هستیم. هومبولت میگه که یک شعر خوب باقی میمونه اما امپراتورها محو میشن. یک پیرمردی در قرن هشتم بر سلطنت فقر تکه زده بود و یک صاحب قدرتی به نام شاه شجاع زندگی میکرد. امروز هیچ کس شاه شجاع رو نمیشناسه. اگر اسمی از شاه شجاع هست میگن شاه شجاع همون خری بود که در دوران حافظ زندگی میکرد. عظمت در واقع حافظ است که این قدرت رو تعیین میکنه. قدرت ها پوشالیه. ما میگیم تشیع. علی ابن ابی طالب در این کشور نقشی داره، جایگاهی داره. چه نوع رابطه ایست؟ او در قلب ها نفوذ کرده. رابطه فرهنگی رابطه نفوذه به این معنا. من میخوام بگم ارزش، فارغ از ارزش گذاری، فارغ از اینکه بخوام شیفتگی عقل مدرن باشم، عقل مدرنی ظهور پیدا کرده و چشم ها رو قلب ها رو خیره کرده. درست یا غلطیش بحث دیگری است، بحث دیگری است، اما این رو به یک نقشه اصلا چنین نیست. من پروژه نیست، اصلا یک پروژه نیست. زمانی که اسلام حقیقت زنده بود، بخش دو سوم جهان رو زیر سلطه خودش در آورده بود. توطئه نکردن، تصمیم نگرفتن که باشه. البته شمشیرم بوده، اما نفوذ معنوی اسلام از هند تا آفریقا تا خاور دور در واقع به خاطر اون منطقی لاجیکی بوده که در این دین، در این جنبش وجود داشته. الان هم غربی منطق خوبو داره. ببینید اصلا بحث خوب بد بودن بحث بعدی است. من میخوام بگم که در واقع عقلانیت مدرن قدرتش، این که قدرت داره، قدرت اقتصادیش تابع اون قدرت تاریخی خودشه. این قدرت تاریخی رو ما نمیبینیم، بعد بیاییم با مفاهیم کشتابانه و منحرف کننده و فرعی و در واقع یک نوع کج موج کردن صحنه. ببینید عقلانیت مدرن همه ما رو گرفته، حوزه های علمی ما رو گرفته. یعنی حتی چند وقتی صحبتی بود که سکولاریسم حتی حوزه های علمی رو گرفته، در بیانات بعضی از دوستان بودش که در واقع سکولاریسم حتی حوزه های علمی ما رو گرفته. ببینید توطئه‌ای در کار نیست، بس بسر این است بشر دوره جدید با عقلانیت دیگری آشنا نیست. آیا عقلانیت دیگری نمیتونه وجود داشته باشه؟ از من عبدالکریمی میپرسید. بی تردید بشر در طول تاریخ عقلانیت های دیگری داشته. بی تردید در شرق عقلانیتی داره که در واقع هانری کوربن میگفت اگر نیهیلیسم پادزهری داشته باشه این در سنت تاریخی ایرانیه. و من به این اعتبار به هانری کوربن انقلاب مفتنم. اومده که این عقلانیت جدید ایجاد بکنه. انقلاب اومد، شعارش آورد، این به اصطلاح این اونتولوژی پیدا نشده، به همین دلیل، در واقع تمام نتایج اجتماعی ما برخلاف اون چیزی بود که فکر میکردیم. انقطاع تاریخی که در نسل‌های جدید شکل گرفته، در هیچ دوره تاریخی یک چنین بی‌هویت تاریخی در جامعه ما وجود نداشت. بست سکولاریسم در این چند دهه بعد از انقلاب حتی با دوره پهلوی، دوره پهلوی دوم و پهلوی اول قابل مقایسه نیست. چرا؟ به این دلیل که ما مسئله رو درست نفهمیدیم. یعنی جایی که باید متفکر صحبت بکنه، نامتفکر صحنه رو گرفته. مفاهیم نامتفکرانه در واقع ما رو از مواجهه حکیمانه، فیلسوفانه و در واقع پدیدارشناسانه با جهان دور کرده. به همین دلیل ما در تمام صحنه‌های حیات اجتماعی بحران داریم. امروز پلاسکو با تمام عناصر اربعه حیات اجتماعی ما بحران داریم. آب، هوا، آتش و خاک، در همه این عرصه‌ها ما بحران داریم. چرا؟ ما فاقده، ببینید من فریادم اینه، ما فاقد اونتولوژی و متافیزیک لازم هستیم. به همین دلیل نمیدونیم تو این جهان میخوایم چه کار بکنیم و این نمیدونم کانی رو به عنوان آلترناتیوی برای جهان جدید تلقی میکنیم و یک توهمه. آقای دکتر از یه طرفی شما اون من یه مقدار به تمدید فرض ایشون میتونم یه چیزی بگم؟ خواهش میکنم. ببینید من یه بحثی رو آقای دکتر مکرر مطرح میکنن که بحث درستیه. این بحث این هستش که در واقع ما در حیطه تفکر به عنوان اینکه بتونیم یک افق تازه‌ای رو بکشاییم و تفکر جایگزین رو به صورتی، من مقصودم به صورتی است که حتی معطوف به برنامه و تفصیل و عمل و اینها باشه، وگرنه ما اندیشه اسلامی رو داریم، آرمان‌های کلی انقلاب رو داریم، به این حیطه وارد نشدیم، این کاملا درسته. اما این رد نمی‌کنه چیزهای اصل نفوذ و امور دیگر رو. ببینید عقلانیت غربی وقتی که ظهور کرد به لحاظ تاریخی تبدیل شد به عقلانیت حاکم، درسته، عقل یعنی عقل تئوسنتریک قرون وسطا رو زد کنار،
همچنان که عقل توسانتیک قرون وسطا قبل از اون عقل کاسموسانتیک یونانی رو زده بود کنار. بله اینا درست کاملا. عقل اومانیستی آمد، بس پیدا کرد، روایت های مختلف پیدا کرد، ظهورات پیدا کرد. ما ببینیم سه تا متفکر بزرگ، دکارت و کانت و هگل میان، هر کدوم سوبژکتیویته رو به نحوی دستگاهمند میکنن. بله اینا درسته، اما ماجرا چیه؟ ماجرا این هستش که همین عقل توی قرن 20 دچار بحران هم میشه. ما تو همین رو تو وبر میبینیم، هم تو آدورنو میبینیم، هم تو مارکوزه میبینیم. ماجرا وجه دیگه هم داره. همینها برای اینکه تداوم ببخشن حیات خودشونو در دورانی که اون دوران دوران بحرانشونه، اتفاقا رو میارن به استفاده از المانهای دیگری. المانها قبلا بوده، مهم مرکزیش میکنن، میلیتاریزم رو، حرکتهای سازمانیافته در واقع به ظاهر فرنگی با محتوای سیاسی رو. آقای دکتر، این که این عقلانیت هنوز میتونه مدد برسونه به حیات رو به بحران غرب مدرن، این که نافی این نیست که خلاصه این عقلانیت وقتی مواجه میشه با یک رویکرد تازه‌ای، با یک چشم انداز تازه‌ای، حداقل در حد گفتار، خب شروع میکنه برای اینکه نفوذ کردن از تمام ابزارهاش نفوذ کنه، بره داخل اون و اون رو از درون مستقل کنه. ما این رو که دیگه نمیتونیم نفی کنیم. ببینید، من به شما در ابتدای بحثم ناتو فرهنگی رو مشخصا اسم بردم برای شما. ما مگه میتونیم این رو رد کنیم که آقا در دهه 60 ایران یکسره به طور مشخص شروع میشه ترجمه کتاب‌های آن آرنت، جورج اورول، آرتور کویسلر، مانس اشپربر، کسایی که شما می‌بینید دهه‌های قبل اصلا نیستن، جریان سازمان یافته است. یه دفعه می‌بینید ادبیات ما رو می‌خوان از ادبیات متعهد معنا معطوف به معنا ببرن به سمت یک ادبیات تکنیک زده به اصطلاح نوعی با مضامین نئولیبرال. شما می‌بینید این روندها رو وقتی کنار هم می‌ذارید، بله ما ضعف نظری داریم. ترجمه شد آثار هایدگر هم ترجمه شد. بله درسته. من جریان سازی رو عرض میکنم آقای دکتر. ببینید خطی که تو نظام دانشگاهی ما رفت، خطی که در میان مسئولین ما اومد، حالا خیلی از اسامی و موارد رو شاید صحیح نباشه الان اینجا عنوان کنیم، ولی واقعا خطی که میاد، خط به این نظام دانشگاهی ما تحت سلطه یک نوع ایدئولوژی نئولیبرال. دقیقاً همین آقای دکتر. آفرین، همین رو می‌خوام بگم. آفرین، سرنخ این خط دست بوروکرات‌های سیاست‌گذاریه که تو بدنه پیکره سیاسی کشور حضور دارن و در تحت تاثیر فرآیند نفوذ اتفاقاً تسخیر شدن توسط ایدئولوژی نئولیبرالیسم. آقای دکتر، این که ما آلترناتیو سازی نظری نکردیم، بخشیش اتفاقا مربوط به عملیات همین بوروکرات هاست. ببینید، من فرآیند کلی رو قبول دارم، اینکه ما برای شناخت غرب مدرن باید بری پی به ماهیتش ببریم و تا زمانی که مواجهه ما یک مواجهه عمیق نظری نباشه، بقیه مواجهه های ما ابتر خواهد بود. من اینو قبول دارم، اما نمیتونیم انکار کنیم که به هر حال در متن حادثه، در کف خیابان، در توی کلاس دانشگاه، توی سیستم رسانه‌ای، توی تک تک روزنامه‌ها و نشریات و کتاب‌ها، به هر حال یک مجموعه‌ای دارن به صورت سازمان یافته یک ایدئولوژی رو ترویج می‌کنن به انهای مختلف و حتی مانع این میشن که ما حتی بتونیم نفس بکشیم و برگردیم تأمل کنیم در گذشته خودمون، بر مبنای سنت نظری خودمون یک اجتهاد تازه‌ای رو انجام بدیم که این اجتهاد بتونه افق بکشاید، یا اگر متفکرانی هستند که خلوت نشینن حتی صداشون شنیده بشه. تمام بحث نفوذ اینه آقای دکتر. ببینید این رو قسمت رو من فکر میکنم نمیشه، اینا شواهده آقای دکتر. این که مایکل لدین برمیگرده میگه ماجرای فتنه سبز 20 سال پیش توی دفتر نخست وزیری ایران ما با اینها همسو بودیم، این بابا این سنده. اینو ما چطور، ما این همه حرکت سازمان یافته ناتو فرهنگی رو ما چطوری انکار کنیم؟ خودشون میگن که با شوروی هم همین کارو کردن، خودشون میگن که از بعد از 1977 در مذاکرات سالت تو هلسینکی امتیاز دادن بابت موشک‌های شوروی، اما از امتیاز گرفتن بابت نفوذ فرهنگی. و این فرآیندها رو ما چطوری میتونیم انکار کنیم؟ اینا نافی فرمایشات شما نیست آقای دکتر. من فکر میکنم شما انقدر ماجرا رو کلی میبینید. ببینید، من میخوام بگم نه، حالا من حافظه تاریخی میگه ضعیفه، تو همین مذاکرات سالت دو بود بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور شوروی، رئیس جمهور آمریکا گفتش که فلانی، فکر میکنم به خروشوف بود، خروشوف خیلی سال قبل مرده بود، یعنی برکنار شد. خروشوف 1964 با کودتای حزبی برژنف برکنار شد. برژنف بود، تعلق خاطر به سیاست ندارم، شخصیت های سیاسی هم. اما به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا به برژنف میگه که ببین، همین الان که ما داریم راجع به محدودیت های سلاح های موشکی
به اصطلاح دوبرد داریم صحبت میکنیم، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم تحولاتی در تکنولوژی به اصطلاح موشکی داره صورت میگیره. یعنی میخوام بگم که خود غربم حاصل یک رویدادگی عظیم تاریخیه. یعنی چنین نیست که این غرب اونجا نشسته و هر کاری میتونه با جهان بکنه. من با قبول یعنی در واقع با ظهور این عقلانیت، با ظهور این تمدن، در واقع این در واقع مثل یک جریان از خانه از آن خود کننده نیرومندی است که در واقع همه رو در واقع در هم در بلبیده. تقدیر تاریخی، ببینید کلمه تقدیر کلمه مناسبی است، منتها انقدر کشتابی وجود داره به یک معنا. بله، یعنی در واقع یک مدرنیته، یک رویدادگی عظیم تاریخی است که البته به پایانش داره میرسه. آی دکتر، ببینید من میفهمیدم. ببینید اون قسمتی که گفت اگه دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر دردم فقط تکنوکرات ها بودن، بوروکرات ها بودن، به تعبیر شما اینا که در واقع نه، من نمیگم درد فقط اینا رو. ببینید نگاه کنید، در واقع من میخوام بگم این غرب صرفا غرب نیست که به پایان خودش رسیده و به نفس نفس رسیده. سنت تاریخی ما هم به نفس نفس رسیده. بوی تعفنش، بوی تعفن سنت تاریخ همه جا رو گرفته. عالم اسلام رو نگاه کنید، داعش رو نگاه کنید، بوکو حرام رو نگاه بکنید و شبیه همون جریان ها با شدت و ضعفای تو جامعه خود ما نگاه کنید، خوارجگری، ظاهرگری. به همین دلیل میگم مسئله متفکرانه است. این خیلی ساده اندیشان است که فکر کنم غرب پایان رسیده، سنت تاریخی محمد حی حاضر و زنده و الان ما اومدیم آلترناتیو بشیم. ما راجع به یک اجتهاد در متن سنت تاریخی حرف میزنیم آقای دکتر، نه اینکه همون سنته. منطق. ما نمیگیم ببینید. فقط با ما ببینید. با صفویه جلو غرب نایستادیم. آقای... ما با انقلاب اسلامی جلو غرب ایستادیم. ببینید انقلاب اسلامی یک مفهوم ایدئولوژیک، انقلاب یک مفهوم ایدئولوژیکه. انقلاب اسلامی تا زمانی که اونتولوژیش مشخص نشه، تا زمانی که ببینید شعار میشه داد آقا ما بر وحی تکیه کردیم. What is وحی؟ وحی چیه؟ این تا در جان یک مسلمان پدیدار وحی. اقبال میگفت که من به آیاتی که بر من نازل نشه باور ندارم. یعنی جوری قرآن رو بخون که روح القدس یا جبریل بر تو نازل. سهروردی داره قبل. اینو تو سنت خودم تو عرفا هم داری. ببینید من میخوام بگم سنت احیا ناشده سنت نیست، جسد مرده و متعفن سنته. خب همینه. این فریب بزرگی است آقای دکتر، این فریب بزرگ و نابخشودنی است که ما فکر کنیم به کمک سنت متعفن و مرده می توانیم در برابر غرب کنیم. آقای دکتر یه ببخشید، نیکولای کوزایی توی قرن 15 اومد سنت فلسفه مدرسی رو، قرون وسطایی رو بازخوانی اومانیستی کرد، کاری که شبیه اون رو قبل از اون یوهانس اکهارت کرده بود، کاری که بعدها پیکودلا میراندولا و مارسیلیو فیچینو کردن. اگر اون زمان کسی شاید به خود این آقایون میگفت یا به اطرافیانشون که آقا اینها دارند افق میگشایند به روی یک تاریخ تازه، برای کسی باور کردنی نبود. قبوله. اما رخ داد. ببینید این شما باید توجه کنید، تلیه داری، افق گشودگی یک رونده. شما چرا رفت 30 سال تو ماخور جانشو برای دین داد اما زمینای سکولاریسم رو فراهم کرد؟ آفرین. این همین هم هست که انقلاب اسلامی زمینه بس سکولاریسم رو فراهم کرده. دقیقاً یک دیالکتیکه. اگر ما به شیپ مدرنیته ببازیم درست فرمای شما، ولی اگر بتوانیم مدرنیته عبور کنیم این تلیه داری و افق گشایی است. و ماجرا همینه که نفوذ یک آیتمی است که میخواد ما رو در این ستیز ببازونه. آی دکتر من هم با شما هم دلم، من هم به دنبال گشودن یه افق هستم، من هم به جهان کنونی خرسند نیستم، من هم در واقع، اما حرف من اینه که اولا با امکانات کنونی ما این افق شکل نگرفته، افق تنگ و تاریکه، افق بسته است و ما میخوایم بگیم افق روشنه. دلایل سیاسی ایدئولوژیک هم داره، دلایل سیاسی ایدئولوژیک هم داره. ولی توی سوالی از شما پرسیدم جوابشو نگرفتم. بعضی معتقدن همین علوم انسانی رایج این بازگو کننده و بازتاب دهنده حد اکثری تفکر غربیه. دقیقاً همینجوره. و خودش زمینه‌ساز برای نفوذی که به اصطلاح مطرح میشه. ببینید نگاه کنید. شما چقدر باش موافقی؟ ببینید علوم انسانی جدید در بستر عقلانیت جدید و عقلانیت جدید در بستر سنت متافیزیک یونانی و سنت متافیزیک غربی شکل گرفت. یعنی یه آلترناتیوی نمیشه براش تعریف کرد. ببینید علل اصول میتوان به یک آلترناتیوی اندیشید، علل اصول، اما اینکه بالفعل یک چنین آلترناتیوی وجود داره و با خزعبلات ادعاهایی که ما داریم که بیشتر یک امر تراژیک کومیکه آقای دکتر، فکر می‌کنم با من شما اهل تفکر هستید، همدلید، حاصل راندخاری های فرهنگی، حاصل میلیاردها پول گرفتن اینا که ما اطلاع داریم، که در واقع افراد ناصادقی که ادعا دارن که آقا دارن بنیان های تمدن رو میریزن، با اینها ما می‌خوایم بریم
به اصطلاح جانشین تلاش‌های فروید، مارکس، نمی‌دونم وبر بشیم. تلاش‌های سترگی کردن آقای دکتر. مگه میشه وبر رو نادیده گرفت؟ مگه میشه مارکس رو نادیده گرفت؟ اما اینها نهایی‌ترین تفسیر نه، ولی وجود واقعیت رو فهمیدن. آیا میشه تفسیرهای دیگه هم از انسان و جهان و تاریخ داشت؟ البته. اما این تفسیر هنوز شکل نگرفته. اگر شکل گرفته بود که این همه داد و بیداد نداشت، شکل گرفته بود. تمام ماجرا همینه. ببینید منم معتقدم، ببینید ما دعوامون به علم انسانی، منم معتقدم که ما الان همین الان که اینجا ایستادیم، ببینید تفاوت نگاه بنده و آقای دکتر اینه. من گمان میکنم آقای دکتر منتظرن همین که انقلاب اسلامی رخ داد، همین که رخ داد همه چیز تغییر بکنه. آقای دکتر ما طریق معکوس میکنیم. نه انتظار ندارم. بذارین آقای دکتر. طریق معکوس میکنه. ببین من اگهش کنن ازون. آقای دکتر من تصور میکنم وقتی انقلاب اسلامی رخ داد، ساخت سیاسی شبه مدرنیته رو متلاشی کرد. اما ساختهای فرهنگی و اقتصادیش سر جاش موندن و این ساختها دقیقاً توسط جریان تهاجم فرهنگی به منظور نفوذ و توسط مکمل اقتصادی که همون بوروکرات تکنوکرات های نئولیبرال هستن بازسازی شدن. به چه جهت؟ به جهت اینکه دقیقاً نگذارن اصلا این حرکت تدیه‌دار جلو بره و کاملاً حتی اون ساخت سیاسی رو هم تحویل بگیرن، پس بگیرن. یعنی ببینید اگر ما تو این وضعیت موندیم، من نمیگم همه مشکل مال اینه، اما بخشی از مشکل دقیقاً اینه که ما با یک مجموعه متنفذ نیرومندی تو ساخت سیاسی و تو اجتماع و تو نظام رسانه‌ای و تو نظام دانشگاهی و تو تعلیم تربیت و تو حتی متن جامعه روبرویم که اینها میخوان حتی چون تماماً ما نسخه های نئولیبرال رو عیناً تکرار کنیم، وقتی هم که میان و عملیاتیش میکنن نتایج شوم فاجعه بار میگیرن، به حساب آرمانگرایی انقلابی مینویسن. تمام ماجرا اینه، ما این مرزها رو باید تفکیک کنیم، باید بگیم که آقا جان اگر 35 سال 38 سال 40 سال گذشته و بسیاری از نقدایی که شما به درستی وارد میکنید وجود داره، دقیقاً به این دلیله که نیروی جوان انقلابی که میخواهد گشودگی ایجاد کند، بخشش حالا تفکری است، قبول دارم ضعف داریم و تو حوزه های دیگه، و میخواهد دست رد به این نسخه ها بزنه تو این دوران گذار. ببینید یک دوران گذاری است، دوران گذاری است که ما باید در بیافتیم با این مجموعه میراث غرب زدگی شبه مدرن تا بتوانیم به تدریج گام به گام این مجموعه رو عقب برانیم و آلترناتیو سازی کنیم. اما یک عالم آدم درون خود ما هستن، تو صفوف ما، مثل اسب تروایی که شما نشون دادید، اینا نمیذارن، اینا خلاف این رو عمل میکنن، اینا فشار میارن، اینا حتی گرا میدن تحریم بشه. صحبت کنین بعضی از جریان‌ها. آقای دکتر من هم دل پری از تکنوکراتیسم دارم، من هم دل پری از بوروکراتیسم دارم، من هم خوب میدونم یک اشرافیتی در مدیریت کشور تحت عنوان تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها شکل گرفته و اینا راسخامتان و جاودانه تاریخن، با هر به اصطلاح آقای دکتر شفیع کتکری میگفت هر کس بیاد من اپوزیسیونم، اینا هر کس بیاد پوزیسیونه، هر کس بیاد پوزیسیونه. من هم دل پوری از اینها دارم، اما بیایم اینا رو کنار بزنیم. کی رو میخواید جاش بگذارید؟ همین تکنوکرات و بوروکرات که میگن یا پدر منه یا برادر شماست، آدمای مملکتن، کی رو می‌خوایم بذاریم؟ با چهار تا جوان بسیجی قرار کنار بذاریم؟ نه، یعنی می‌خوام به همین میگم زمینه تاریخی وجود نداره. کو انسانی که قراره این افق رو بگشایه؟ همون جوانایی که مثلا به سفارت عربستان حمله کردن، اونها قراره افق گشایی کنن که کلی مسئله ایجاد کردن. بچه‌هایی که سفارت آمریکا رو گرفتن و بعد خود همون بچه‌ای که سفارت گرفتن بود شخصیت‌های سیاسی این کشور هستن که شما میگی جد تکنوکرات بوروکرات هستن. میخوام بگم مسئله به این ساده نیست آقای دکتر. اگر قراره افقی گشوده بشه، این گشودگی افق امر سوبژه محور نیست، امر بشر محور نیست. اگر قرار این گشودگی صورت بگیره، این گشودگی رو با رجزخونی سیاسی نمیشه به اصطلاح ایجاد کرد. افقی باید فهم بشه، فهم یک چنین افقی در میان ما وجود نداره آقای دکتر. این افق به اصطلاح فرمای شما آدم در سوژه محور نبودن درست، ولی آیا این گشودگی با اینکه صرفاً بشینیم تو خونه و بگیم که خب همین نئولیبرال ها حاکم باشن، این مملکت رو دقیقاً برگردونن به وضعیت قبل بدتر از اون و ما رو کاملاً تحت سلطه نظام جهانی قرار بدن، ما هم هی تفکر کنیم تا این وضعیت رخ بده و این گشودگی حاصل بشه، اینم شدنیه نیست در متن عمله. آقای دکتر ببینید، تو پای در راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. شما باید حرکت کنید در اون متن حرکت. این عمل انقلابی بخشی از حرکته، اتفاقا عمل انقلابی فضایی باز میکنه که میتونه گشودگی تفکر ایجاد کنه، میتونه کمک کنه به تفکر. من قبول دارم که ما راه رو برای تفکر بستیم، اینو قبول دارم و این رو گرد میدونی تقصیرش رو گردن
بسیجی نمیندازم، تحصیلشو گردن بسیجی نمیخوام بندازم. بله نه، گردن بروکرات تکنوکرات مدیر فرهنگی مملکت میندازم. گردن یکی بودی چه بودی؟ گردن اونی میندازم که دقیقاً تحت تاثیر نفوذ ممکنه که ظاهرش از بنده متشرع‌تر باشه، ادعای انقلابیگری هم داشته باشه، اما دقیقاً داره تو خط نئولیبرالیسمی حرکت میکنه که میخواد این راه بسته بشه، دقیقاً میخواد گل بگیره، یعنی دقیقاً میخواد درو ببنده به روی ما. خب اینجا بخشی از ماجرا عمل انقلابی است، بخشی شعار انقلابی است، بخشی تفکر انقلابی است و ما باید اینا رو کنار هم داشته باشیم و اون چیزی که دقیقاً بخشی از ما رو میگیره، پشتمون رو خالی میکنه، نفوذ آقای دکتر. چیزی که من از شما جدا میکنه اینه که من با عمل انقلابی مخالف نیستم، اما تفاوت من و جریانی که فکری که شما ازش بسا تعلق خاطر دارید اینه که شما براتون مسجله که عمل انقلابی چیه و من نمیدونم عمل انقلابی چیه. برای من باید توضیح بدید عمل انقلابی یعنی چی؟ مرگ بر آمریکا گفتم یعنی عمل انقلابی. من یه تجربه تاریخی به شما بگم. زمانی که من هند درس می‌خوندم، بیل کلینتون رفته بود ویتنام. ویتنامی که اسطوره مبارزه با آمریکا بود، پوز آمریکا رو زمین مالیده بود. بیل کلینتون پای به اصطلاح پیاده در میان جمعیت و جمعیت رمان بسته بودند و همه در واقع و همه می‌خواستن دست بیل کلینتون رو مس بکنن، گویی مسیح وارد شده، مسیح نجات بخش که قرار این توده‌ای که اون سال‌ها البته خب الان ویتنام اوضاعش خیلی بهتر شده. در واقع ببینید تمام اون حماسه‌ها که ویتنام به عنوان سمبل مبارزه با آمریکا بود به جایی رسیده بود که بیل کلینتون رو به عنوان یک به اصطلاح ناجی میدید. سرنوشت کشور ما هم تقریبا چنینه. اگر ما آلتوینید چی میدید چرا ویتنام این گونه شد؟ چون از مدار سرمایه‌داری نمیگم، از مدار سرمایه‌سالاری خارج نشد، چون در واقع نسخه ای از مدرنیته رو، نسخه یک نوع سوسیالیسم جهان سومی رو، سوسیالیسم پیرامونی رو خواست جایگزین نسخه سرمایه‌داری پیرامونی کنه. اگر ما هم این واقعا تو این دو چرخه به اصطلاح اندیشی اومانیستی و به خصوص با این گرفتاری که الان با نئولیبرال ها داریم، در این نئولیبرالیسم ایرانی بمونیم، بله سرنوشتمون متاسفانه همینه. یعنی اگر ما هم اسیر نئولیبرالیسم ایرانی و گفتار اینها باشیم که متاسفانه خیلی هم قویان و حضور دارن، بله سرانجام بهتر از این نداریم. اما اگر تمام ماجرا اینه، اما اگر ما بتوانیم تکیه کنیم به استعدادها و ظرفیت‌هایی که به نظر من واقعا وجود داره تو جامعه، منتها امکان شکوفایی بهش نمیدن، همین نئولیبرال‌های متاسفانه حاکم هم نمیدن، و اگر تکیه کنیم به اینها و بخشی از این استعدادها فکریست، تفکر بخشای دیگه به نظر من جدا نمیشه. اتفاقا اگر قرار باشه ما جلوی تهاجم آمریکا رو بگیریم، مرگ بر آمریکا هم لازمه، بخشی از ماجراست، بخشی از عمل انقلابی است. من نمیگم عمل انقلابی عضو میخوام فقط مرگ بر آمریکاست، اما مواجهه تمام عیار با امپریالیسم جهانی که اصلی ترین مانع است، اصلی ترین عامل همه این گرفتاری های امروز ماست و مواجهه با داخلی هاش، همونایی که خط نفوذ رو دارن پیش میبرن، این بخش اصلی ماجراست. اگر این صورت نگیره، بله دیالکتیک ما و شبه مدرنیته ما رو پس میزنه و شبه مدرنیته دوباره حاکم میکنه، اون وقت همون اتفاق ویتنام میشه. تا امروزمون هم اگر تو گروه های از جامعه اینها رو ما میبینیم آقای دکتر، مال این هستش که نئولیبرال ها با قدرت رسانه ایشون، با نفوذشون تو همه جاها، با نفوذ آکادمیکشون، نظام دانشگاهی ما دست ایناست، تعارف نداریم، قدرت فرهنگی فوق العاده دارن، با اون حضور و نفوذ اقتصاد دستشونه، با این سیطره تونستن شرایط رو به نحوی کنن تمام آفات و عوارض تلخ غرب زدگی شبه مدرن رو از نوع فاجعه بار نئولیبرالش تو کشور حاکم کنن و بعد فاکتورش رو به نام انقلاب صادر کنن، بگن آقا این نتیجه انقلابه. کاری که اینا کردن اینه، یه اتفاقا یکی از ترفندهای نفوذه. آقای دکتر میگن که در جهنم به اصطلاح مارهایی است که آدم از ترسشون به افعی پناه میبره. ببینید من هم با شما با جریان تکنوکراتیسم و بوروکراتیسم و اشرافیت تکنوکرات ها و بوروکرات ها که یک طبقه خاصی هم برای خودشون به وجود آوردن و حق مسلمه خودشون میدونن، همین حقوق های نجومی همین رانت ها و میگم آقا حقمه، بله. من دارم زحمت میکشم و البته سهم پدرم از انقلاب پشت گفتمان، اینا پشت گفتمان انقلابی به اصطلاح پنهان شدن، همشون هم پیشونیشون جای مهره. ولی من میخوام بگم که با خارجیگری و خوارجگری و هوازنها نمیشه، یعنی گاهی وقتا خوارج چهره ای دارن که آدم به همین تکنوکرات ها پناه میبره. با خوارجگری ببینید میخوام بگم که گفتم اگر دردم یکی بودی چه بودی، درد یکی دوتا نیست آقای دکتر. یه نکته دیگر حالا یکی بحث دقیقا من... منظورتون از خوارجگری چیه؟ ببینید ظاهرگرایی دینی،
ظاهرگرایی دینی کشور رو خفه کرده. من همینجا اعلام کنم یک کتابی من نوشتم، 5 سال ارشاد گیر داده، 5 سال گیر داد، حالا تازه 1-2 هفته است به من اجازه ده. من مدعیم کتاب پایان تئولوژی من دینی ترین اثری است در این 40 سال نوشته شده. 5 سال اجازه چاپ ندادم، 5 سال اجازه چاپ ندادم. همش میگه آقای دکتر ممکن صدای در بیاد. صدای کجا در بیاد؟ اینها هم نوعی انصداد تفکرن آقای دکتر، یعنی شما تیلبه تیغ انتقادتون به اینها هم باشه. انصداد تفکر میتونه از مصادیق نفوذ باشه؟ بله، حداقل از نتایجش هست. یا حتی گاهی وقتا حالا خیلی خوب، هر چی فریاد دارید به سر آمریکا بزنید، شما هر چی مشکل بندازین گردن نه آمریکا. آخه من فقط مشکل رو نمیندازیم گردنش، داریم به این واقعیاتی که میچینیم یک مقدار زیادی بخشی از واقعیت هست، بخشی از واقعیت است. بازرگان بزرگ میگفت که اون موقع که مرگ بر آمریکا اینا میگفتن، میگفت بابا من هم با کلینالیسم و من هم با امپریالیسم مخالفم، اما اینکه این اتوبوسای ما مثلا 4 ساعت تاخیر داره، اینم کار آمریکاست، کار شبه مدرنیته است، کار مدیریت دقیقاً بوروکراتیک تکنوکراتیکیه که این شهر رو زمانی که بنیانش رو گذاشتن، زمانی که رضا شاه به عنوان تجسم اراده سیاسی شبه مدرنیته این شهر رو ساخت، آنقدر غیر کارشناسانه به قول خودشون شما چاره دیگه نداشتید. اگر رضا شاه اون نوسازی ها رو نمی‌کرد، امروز شما چیزی در حد افغانستان بودید. یعنی باید بنده الان با این لباسا و کلاهای دیگری و شما هم با لباسای محلی بودید. ما میتوانستیم مواجهه خلاقانه انتقادی سازنده با مدرنیته داشته باشیم. آقای دکتر اگر حوزه‌های علمی ما تونستن در مواجهه با غرب یک راه خلاق پیش بگیرن و فقهشون رو متحول کرده بودن، باید این ببینید راه دیگری نبود. آقای دکتر در اون من از رضا شاه که نمیخوام بگم، ولی آقای دکتر انتقاد به خودی، میخوام بگم که ما مسائل رو خیلی ساده میگیم. نه ببین آقای دکتر، ما انتقاد میکنیم به کاری خودمون قبول، ولی آیا باید به این معنی باشه که راه رو بگیم اصلا نه نفوذی هست، نه امپریالیزمی هست، نه آمریکایی هست، نه شبه‌مدرنیته هست. یه مقدار بحث، یه مقدارم سطح بحث تنزل پیدا کرد. اما هایدگر یک جمله‌ای داره در اون کتاب پرسش از تکنولوژیش، میگه به اصطلاح تکنولوژی هیچ منفذی برای نفوذ ارزش‌ها در تکنولوژی وجود نداره. اگر ما فکر کردیم که میتونیم منفذی پیدا کنیم که در روند حرکت تکنولوژی ارزش‌های ایدئولوژیک اعتقادی انقلابیمون رو به اصطلاح وارد بکنیم، سخت در اشتباهیم. دلیلش چیه؟ هم چین ناچار شد به این روند بپیونده، هم شوروی سابق. که ببینید دلیلش اینه که تکنولوژی یک نیروی تاریخی عظیمی است که جهان رو داره انتظام می‌بخشه، خارج از سیاست، خارج از سیاست. شما خیلی از این فضاها رو تو اون تقدیر تاریخی دارین معنا میکنین که زیاد بحث اراده و اینا توش بحث تقدیر تاریخی نمیشه مطرح، بحث جبر تاریخی پیش میاد. تقدیر تاریخی وجود داره، ما درون امکاناتی، ما در میان یک فراخنای بیکران قرار نداریم. ببینید وقتی غرب مدرن به بحران رسیده، بحران اتحادی، یعنی امکانهای تازه‌ای داره رخ خودش رو نشان میده. شما اینو منکر هستید؟ امکانهایی که معنویان و میتونن حتی نسبت تازه‌ای با تکنیک داشته باشن، نه انکارش. پذیرش تنوع فرهنگی که الان مطرح شده، حالا اینکه تو پلورالیسم، شاید تو پلورالیسم پست مدرن باشه، من عزم اینه که اساساً خود غرب مدرن، یعنی وقتی ما میگیم به بحران اتحادی رسیده، یعنی تمام امکانهاش رو از قوه به فعل درآورده. این بحث فلسفیش دیگه، یعنی امکان تازه‌ای نداره. خب تکنیک تاریخی ما هم همه امکاناتش به فعلیت. خیلی خوب باشه، ولی ما تو این سنت داریم اجتهاد داشته باشیم. ببینید ما درون بحران هستیم و بحران خودمون رو راه حل میدونیم. من درون بحران بودن رو قبول دارم، ولی معتقدم این بحران ناشی از وضع شبه مدرن ماست و اتفاقا معتقدم ما با انقلاب اسلامی فرصتی پیدا کردیم برای یک اجتهاد تفکری تاریخی که تکیه به سنتمون میکنه، اما تکرار اون نیست، اون رو در سطح بالاتری میتونه در واقع به معنای یک گشودگی باشه در همه حوزه ها. آقای دکتر من میپذیرم با انقلاب اسلامی ایران امکاناتی برای ما گشوده شد و به همراه انقلاب اسلامی ایران به بحران های تازه، به بحران های جامعه افزوده شد. هر دو نگاه رو داشته باشیم. بله خیلی از بحران ها میتونه زایا باشه. نگاه دجالوار نداشته باشیم پیدارها. بحث من سیاسی نیست، کاملا دارم تمدنی تاریخی بحث میکنم. نه منم تاریخی میگم. در این حال که در واقع افقهای گشوده شد و ناجوانمردان است که این افقها رو نبینیم، در این حال بحران های بسیار بسیار بزرگی برای ما شکل گرفته. طبیعیه، چون ببینید شبه مدرنیته در متن یک مدرنیته بحران زده رو به انحطاط مواجه شد با این فرصت تازه، طبیعی بحران رخ میده. اگر بتوانیم بحران ها رو به بحران های خلاقی تبدیل، این بحران ها ظرفیت خلاق بودن و زایا بودن دارند، یعنی بحران ها لزوما انحطاطی نیستن اونایی که ما باشون مواجهیم. اگر اسیر شبه مدرنیته بمونیم، بله بحران ها انحطاطی است، ولی فرصت خلاق هستیم یا نه؟
الان در حال حاضر به نظرم در یک کشاکش بزرگیم، یعنی تمام 38 سال انقلاب مواجهه انقلابی است که میخواهد خودش رو شکوفا کنه و شبه مدرنیته ای که احاطهش کرده با کمک امپریالیسم و نظام جهانی میخواد این رو هی ببره عقب به تعبیر سرش رو زیر آب کنه. اراده جمعی برای ترکش هست؟ ببینید من فکر میکنم اراده جمعی هست، ولی فشار رسانه‌ای و همین فرایند نفوذ هی میخواد این رو تضعیف کنه. حتی تو مسئولین داره تضعیف میشه، تو بخشی از مسئولین ما این مسئله این که آقا راه دیگر رو میشه باز کرد، میشه اعتماد کرد به فرصت های کنترل بکنیم، سرعت اینترنت رو بیاریم پایین. یعنی با این شیوه ها باید آید دکتر من ازم اینا نیست باوری، من میخوام بگم بحثو دارم ببینید. این تقلیل بحثه، من حرفم این نیست. ببینید من به شما عرض کردم من بخش عمده از مواجهه با نفوذ نظری میدونم. البته منکر اینم نیستم که خیلی وقتا آدمایی که جاسوسن باید دستگیر بشن، باشون برخورد امنیتی بشه، خود اونا هم میکنن، همه میکنن، اما اینو من انکار نمیکنم. اما بخش عمده از ماجرای ما من قبول دارم بخش نظری است و مواجهه به خصوص با نفوذ اقتصادی، با این طبقه اشراف راندخار بوروکراتی که شکل گرفته و همین نمونهش حقوقای نجومی و متاسفانه پشت تو گفتمان انقلاب قایم شدن افرادی که دکمه هاشون رو میبندن و اینجاشون رو ظاهرشون اینه، اما ولی عملکردشون کاملا ضد انقلاب، عملکرد سرمایه‌داری نئولیبراله و من عرض میکنم یک طبقه نوظهورن، با اینا باید مواجهه کرد. این مواجهه آقای دکتر فقط از سنخ تفکر نیست، این مواجهه یه بخشش حتما سیاسیه. این مواجهه بخشش حتما اعتراضه. دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک دقیقه هر دو بزرگوار صحبتاشون رو بکنن، جنبندی بحثی دارن. و من حرفم اینه که در واقع مقولاتی که آقای دکتر زرشناس دردمندانه به اصطلاح بیان میکنن و درش به اصطلاح خطوطی از حقیقت هم وجود داره، به اعتقاد من یک تصویر کج موجی از واقعیت کنونی ما ارائه میده. من فکر میکنم ما نیاز به مقولات دیگری داریم که حالا جاش برایش به اصطلاح، من فکر میکنم ما نمیدونیم چیکار میخوایم بکنیم. ما در واقع استراتژی نداریم، ما برنامه نداریم چون استراتژی نداریم، استراتژی نداریم چون نظریه اجتماعی نداریم، نظریه اجتماعی نداریم چون متافیزیک نداریم. ما نمیدونیم با این جهان میخوایم چیکار بکنیم، به هیچ وجه نمیدونیم با این جهان میخوایم چیکار کنیم، لذا در یک بی افقی به سر میبریم، ولی میخوایم نشون بدیم که افق گشوده است. خیلی عالی. من ببینید من عزم این هست، من فکر میکنم انقلاب اسلامی یک فرصت بزرگی مقابل ما قرار داده برای اینکه این گشودگی صورت بگیره. من قبول دارم ما ضعف تئوریک داریم، این رو کاملا تایید میکنم، و متاسفانه تو این 37 سال ما فرصت زیادی، یعنی نیروی زیادی برای این بازسازی نظری نگذاشتیم و بخش عمده این مسئله هم اتفاقا نفوذ همین تکنوکرات ها و روند نفوذ میدونم که اینجوری شده. و من گمان میکنم اگر ما نیرو بذاریم و فرصت بدیم به انقلاب اسلامی و استعدادهاش و به خصوص به سمت نسخه های خلاقانه ای بریم که بتوانیم از دست این شبه مدرنیته و حتی حداقل در بخش های نسبی تدریجی از دست این رها بشیم، از دست همین سیطری علوم انسانی که خودش بدترین کانون نفوذه، بستر نفوذ، رها بشیم و بتوانیم این نئولیبرالیسم فعلا متاسفانه حاکم یا حداقل متنفذ رو عقب برانیم، چرا فرصت های جدید گشوده خواهد شد و اوضاع اون وقت این شکلی که آقای دکتر میگن ناامیدکننده نخواهد بود. ممنون از شما، قبول زحمت کردین آقای دکتر، لطف کردین. خب به پایان گفتگوی زاویه رسیدیم، اما نتیجه سوال پیامکی ما سوال این بود: به نظر شما در جریان نفوذ کدام یک از موارد زیر بیشترین صدمه رو می‌بینند؟ گزینه اول فرهنگ و اخلاق بود، 50% شما این گزینه رو انتخاب کردین. گزینه دوم سبک زندگی بود که 35% شما این گزینه رو انتخاب کردین و 15% از شما گزینه سوم یعنی بحث امنیت داخلی رو انتخاب کردین. شبتون خوش، خدا نگهدار. ممنون آقای دکتر.